حزب الله لبنان میگه به انتقام کشته شدن تصویربردار خبرگزاری رویترز به مواضع ارتش اسرائیل حمله کرده. یک نفر در این حمله کشته شده. اسرائیل هم در جواب به جنوب لبنان حمله کرده. یک سخنگوی حزب الله گفته این درگیری‌ها به معنی ورود این گروه به جنگ حماس و اسرائیل نیست. حماس هم اعلام کرده که 3 تن از نیروهاش هنگام ورود به اسرائیل از خاک لبنان کشته شدند. پس از افزایش تنش‌ها ارتش اسرائیل ورود غیرنظامیان به مناطق نزدیک به مرز لبنان را ممنوع کرد. صبح یکشنبه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی با امیر قطر دیدار کرد. پس از این دیدار او باز هم تهدید کرد که اگه حملات اسرائیل در غزه ادامه داشته باشن، به گفته او هیچ کس نمیتونه تضمین کنه که شرایط کنترل میشه و این جنگ گسترش پیدا نمیکنه. او شنبه شب با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هم دیدار کرد. گذرگاه رفح بین مصر و باریکه غزه همچنان بسته است. مقامات مصر در حال گفتگو با اسرائیل، آمریکا و شبه نظامیان حماس هستند تا بتونن از راه این گذرگاه کمک‌های بشردوستانه به غزه برسونن. خارج شدن شهروندان خارجی از راه این گذرگاه هم از محورهای گفتگو هاست. در سوریه فعالیت‌های فرودگاه حلب به دلیل حمله منتسب به اسرائیل برای دومین بار در چند روز گذشته متوقف شد. پنجشنبه هم این فرودگاه و همچنین فرودگاه دمشق هدف حمله اسرائیل قرار گرفتند. یک مقام اسرائیلی میگه جمهوری اسلامی با ارسال سلاح میخواد جبهه دیگری رو علیه این کشور باز کنه. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پس از دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت کشورش تلاش میکنه تا شرایط رو آرام کنه. او حمله به غیر نظامیان از هر دو طرف رو محکوم کرد. قیس خزعلی رهبر اصحاب اهل حق از گروه های شبه نظامی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میگه در صورتی که به اونها اجازه داده بشه، اونها برای وارد شدن به جنگ در غزه آماده اند. روزنامه الشرق الاوسط هم گزارش داده که رهبران تعدادی از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به سوریه و لبنان رفتند تا شرایط رو ارزیابی کنند. طبق این گزارش حکومت ایران به اونها گفته در شرایط کنونی نیازی به مداخله نیست. هزاران تن از طرفداران هداپار حزب الله ترکیه هم در دیاربکر جمع شدند و از حمله حماس به اسرائیل حمایت کردند. سوران خاطری، صدای آمریکا، اقلیم کردستان عراق.